مادر به خاطر فرزندش ضرر نبیند و پدر هم به خاطر فرزندش ضرر نبیند. همین وظیفه بر عهده وارث است. اگر پدر و مادر خواستند بچه را از شیر بگیرند، اشکالی بر آنها ندارد، البته با رضایت هم و مشورت با هم. و اگر تصمیم گرفتید که برای فرزند خود دایه بگیرید، اشکالی ندارد، به شرط اینکه حق دایه را به طور شایسته به او بدهید. از نافرمانی خدا بترسید و بدانید که خدا کارهایی را که می کنید می بیند. کسانی از شما که می میرند و همسرانی به جا می گذارند، باید همسرانشان 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند و وقتی به آخرین مدت رسیدند، به خاطر کاری که آنها به طرز شایسته در باره خود می کنند، اشکالی بر شما وارد نیست. خدا از کارهایی که می کنید خبر دارد. اشکالی برای شما ندارد که به کنایه از زنان خواستگاری کنید یا آن را در دل خود مخفی کنید. خدا می داند که شما به یاد آنها می افتید. ولی پنهانی با آنها قرار نگذارید مگر اینکه به طرز شایسته‌ای با آنها صحبت کنید. تا مدت 4 ماه و 10 روز تمام نشده، تصمیم به عقد ازدواج نگیرید و بدانید خدا آنچه در دل شماست می داند. بنابراین از نافرمانی خدا حذر کنید و بدانید که خدا آمرزنده بردبار است. گناهی بر شما نیست که زنانی را که با آنها همخوابگی نکرده و مهریه‌ای برای آنها تعیین نکرده اید طلاق بدهید. آنها را بهره‌مند سازید، توانگر به اندازه تواناییش و فقیر به اندازه تواناییش. این وظیفه افراد نیکوکار است. و اگر آنها را قبل از همخوابگی طلاق دادید و برای آنها مهریه‌ای تعیین کرده اید، نصف مهریه را به آنها بدهید، مگر اینکه خود زنان یا کسی که عقد ازدواج در دست اوست آن را ببخشد. اگر ببخشید، به تقوا نزدیکتر است و فضل یعنی بخشش را بین خودتان فراموش نکنید، چون خدا کارهایی را که می کنید می بیند. مراقب نمازها و نماز میانه باشید و با فروتنی برای خدا قیام کنید. اگر در خطر و ترس بودید، پیاده یا سواره نماز بخوانید و وقتی خاطر جمع شدید، خدا را آنطور که به شما تعلیم داده و شما آن را نمی دانستید یاد کنید. مردانی از شما که مرگشان فرا می رسد و همسرانی به جای می گذارند، باید برای همسرانشان مخارج 1 سال را بدون بیرون کردن آنها وصیت کنند. اگر خودشان خارج شدند، در باره کارهایی که به طرز شایسته می کنند اشکالی بر شما وارد نیست. خدا توانا و حکیم است. وظیفه شوهران پرهیزکار است که موقع طلاق دادن هدیه‌ای مناسب به زنان خود
بدهند. خداوند آیاتش را این طور برای شما بیان می کند تا تعقل کنید، یعنی وظیفه خود را تشخیص دهید. آیا کسانی را ندیدی که در حالی که هزاران نفر بودند از ترس مرگ از سرزمین خود خارج شدند؟ خدا با آنها گفت بمیرید، بعد آنها را زنده کرد، چون خدا به مردم لطف دارد ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. در راه خدا مبارزه کنید و بدانید خدا شنوا و داناست. کیست که به خدا قرض نیکو بدهد تا خدا آن را چند برابر کند؟ خداست که بر مردم تنگ می‌گیرد و گشایش می‌دهد و به سوی او برگردانده می‌شوید. آیا آن دست از بزرگان بنی اسرائیل را بعد از موسی ندیدی که به پیغمبرشان گفتند فرماندهی برای ما تعیین کن تا در راه خدا بجنگیم؟ او گفت آیا امکان دارد که اگر جنگ بر شما واجب شود نجنگید؟ گفتند چرا در راه خدا نجنگیم؟ در صورتی که ما را از سرزمین خود و از پیش فرزندانمان بیرون کردند، ولی وقتی فرمان جنگ برای آنها صادر شد همگی به جز عده کمی از آنها سرپیچی کردند. خدا ستمکاران را خوب می شناسد. پیغمبرانشان به آنها گفتند خدا تالوت را فرمان روای شما ساخته. گفتند چگونه او فرمان روای ما باشد در صورتی که ما به فرمان روایی از او سزاوارتر هستیم؟ به او ثروت زیادی داده نشده. پیغمبرشان گفت خدا او را برگزیده و به او از لحاظ دانایی و توانایی برتری داده است. خدا فرمان روایی را به هر کس که بخواهد می دهد. خدا وسعت دهنده داناست. پیغمبرشان به آنها گفت نشانه فرمان روای او این است که تابوت که در آن آرامشی از خداوند شما و باقی مانده چیزهایی است که خانواده موسی و هارون به جا گذاشتند برای شما می آید و فرشتگان آن را حمل می کنند.